در جریان تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت در تهران تعدادی از معترضان بازداشت شدند. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در جریان تجمع روز شنبه 12 شهریور کارکنان رسمی صنعت نفت در تهران تعدادی از تجمع کنندگان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و از ادامه تجمع آنها جلوگیری شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده این شهروندان که در برخی مراکز عملیاتی در نقاط مختلف کشور مشغول به کار هستند، طبق فراخوان از پیش اعلام شده به تهران آمده بودند و قصد برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. در این برنامه دیدگاه همراه با فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خواسته های کارکنان رسمی صنعت نفت را بررسی می کنیم و از واکنش دولت و مجلس در راستای حل مشکلات این شهروندان و رسیدگی به خواسته های آنها می پرسیم. آقای کیخسروی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. در جریان تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. در مورد این تجمع به ما بگین و اینکه از آخرین وضعیت بازداشت شدگان چه اطلاعی دارید؟ با سلام به شما و شنوندگان محترمتون، ببین، جمع‌هایی از کارکنان رسمی شاغل در مناطق عملیاتی وزارت نفت طبق فراخوانی که از غرب برای تجمع روز شنبه 12 شهریور اعلام کرده بودند، از بخش‌های مختلف کشور به تهران آمده بودند که نسبت به عدم رسیدگی به مشکلاتشون مقابل ساختمان وزارت نفت دست به اعتراض بزنن و خواهان تحقق خاص و مطالباتشون بشن. اما این نیروها که تعدادشون به چند صد نفر هم می‌رسید، در همون بدو تلاش برای شکل‌گیری تجمع مورد حمله نیروهای انتظامی و امنیتی که از قبل در محل مستقر شده بودند قرار گرفتند و نه تنها اجازه برگزاری تجمع نیافتند، بلکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چند ده نفرشون هم بازداشت شدند. به گفته برخی از خود کارکنان، تعداد 67 نفر از این تجمع کنندگان بازداشت شده بودند و به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت منتقل شدند و تحت فشار برای اخذ تعهد قرار گرفته بودند که طبق آخرین اخباری که تا عصر شنبه رسیده، تعدادی آزاد شدند و به همکارانشون هم اعلام شده که در ساعات آینده همگی اونها هم آزاد خواهند شد. لازم به ذکر که صبح روز شنبه و در روزهای منتهی به این تجمع هم تعداد زیادی از کارکنان عملیاتی که به خاطر شیفت کاری امکان حضور در تجمع تهران رو نداشتن، در محل کار و مشخصا در سکوهای دریایی با در دست گرفتن پلاکارد و کاغذ نوشته هایی هم خواسته هاشون رو اعلام کرده بودند و هم از برگزاری تجمع در روز 12 شهریور اعلام حمایت کرده بودند. اونها مشخصا چه خواسته هایی دارن که بهشون رسیدگی نشده؟ کارکنان رسمی وزارت نفت هم مثل سایر کارگران و مزدگیران کشور نسبت به مشکلات معیشتی و دستمزدهای ناکافی اعتراض دارن. ساعات کاری ناعادلانه و درصد بالای مالیات بر درآمد، کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان و عدم پرداخت پاداش بازنشستگی از جمله دیگر موارد اعتراضی کارکنان رسمی نفت هستش. اما مشخصا درباره این تجمع که اعتراض کارکنان مناطق عملیاتی و بهره برداری مراکز مختلف نفتی در سراسر کشور بود، بر سر اجرای دقیق و کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت که در سال 1391 تصویب شد و در سال 1393 هم برای اجرا ابلاغ شد، اما دولت‌ها تاکنون از اجرای این ماده قانونی سر باز زدند. ماده 10 قانون وظایف کارکنان وزارت نفت کارکنان و کارگران بخش عملیاتی وزارت نفت رو از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا میکنه. به این معنی که مثلا امسال که افزایش حقوق کارکنان دولت تنها 10% افزایش پیدا کرد، کارکنان بخش عملیاتی نباید حتما مشمول این میزان افزایش 10% بشن و این نیروها با توجه به شرایط بسیار سخت کاری در مناطق دورافتاده و سکوهای دریایی و بخش‌های حفاری خواهان افزایش حقوق بیشتری هستند. از طرف دیگه هم سقف افزایش حقوق کارکنان دولت رو هم میخوان که برای بخش عملیات لحاظ نکنند. خب این کارکنان به حق معتقدند که شرایط کاری در مناطق عملیاتی بسیار سخت‌تر از مناطق ستادی و اداریه و اینها ناچارن چندین روز و هفته دور از خانواده ها و در شرایط بسیار بد آب و هوایی و منطقه‌ای مشغول به کار بشن و باید به این دلیل دستمزدهای منطبق بر نوع فعالیتشون دریافت کنن. آیا این خواسته ها پیش از این هم مطرح شده بود یا تازه‌اند؟ در مورد تاریخچه این اعتراضات هم لطفاً به ما بگین. همونطوری که عرض کردم، ماده 10 قانون وظایف کارکنان وزارت نفت پس از تصویب در سال 90
91 در سال 93 برای اجرا ابلاغ شد و از همون زمان هم کارکنان عملیاتی خواهان اجراش هستند و نسبت به عدم اجرای اون از سوی مسئولین وزارت نفت اعتراض دارند. خصوصا در دو سال گذشته اگر بخوام اشاره بکنم، یعنی از سال 99 به این سو، تجمعات بزرگی هم مقابل مجلس و هم مقابل وزارت نفت برگزار کردند. مثلا سال گذشته تجمعی هم داشتن که همزمان با تهران در چند شهر دیگه از جمله در مشخصا در اهواز مقابل ستاد ساختمان ستاد مرکزی مناطق نفتخیز جنوب، در شرکت نفت گشتاران، در اصلوی، در شرکت نفت آبادان و چند جای دیگه به شکل همزمان برگزار شد. اما تا کنون تنها اقدامی که سوی دولت برای تحقق خواسته هاشون صورت گرفته همین برخوردهای قهرآمیز سرکوبگرانه بوده که تجمعاتشون رو مورد حمله قرار دادن. واکنش دولت و مجلس در این زمینه چطور بوده؟ اونها چه واکنشی داشتن نسبت به مطالبات این شهروندان؟ خب نمونه برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به همین تجمع روز شنبه رو میتونیم از جمله واکنش‌های حکومتی به مطالبات و اعتراض این کارکنان در نظر بگیریم. امکان نداره که این برخوردهای سرکوبگرانه بدون هماهنگی وزارت نفت و کل بدنه دولت صورت گرفته باشه. در دولت قبل هم وضعیت به همین شکل بود. برخوردهای مجلس رو هم باید در همین چارچوب دید. اتفاقا مشخصا سال گذشته در تجمعی که این کارکنان مقابل مجلس داشتند، چند نفر از نماینده ها تنها به قصد اینکه تلاش بکنن که این تجمعشون پایان پیدا بکنه در جمع کارکنان حاضر شدن و وعده وعیدهایی به معترضین دادن، اما هیچ گونه پیگیری صورت نگرفت. اساسا مجلس اگر میخواست که این خواسته ها اجرا بشن میتونست دولت رو به چالش بکشه و وزرای نفت چه فعلی و چه قبلی رو استیجاب کنه که چرا یک ماده مصوب قانونی اجرا نشده. لازم به ذکر که تصویب این قانون هم همون موقع هم تحت تاثیر اعلام نارضایتی های جدی این کارکنان عملیاتی صورت گرفت و دیگه هیچ اراده‌ای برای اجرای اون وجود نداشته. واقعیت اینه که این خواسته های مزدگیران مشخصا در زمینه مسائل مزدی و معیشتی اساسا نه تنها مورد توجه حکومت به شکل کلی نیست، بلکه سیاست هاش در راستای تعرض هرچه بیشتر به همین حداقل های فعلی هم هست. تنها زمانی که اینا تحت تاثیر اعتراضات و تجمعات بخش های مختلف قرار بگیرن ناچار میشن حالا به شکل حداقلی پاسخگویی به مطالبات مزدگیران داشته باشن. آیا تشکلات صنفی برای کارکنان وزارت نفت وجود داره که بتونه برای تحقق خواستهای اونها کاری بکنه؟ در مراکز مختلفی که در مجموعه صنعت نفت هستن بسیار بسیار امنیتی اداره میشه. حضور گسترده نیروهای حراستی و امنیتی در سالهای گذشته تلاش داشته که اجازه هیچ نوع تحرک مطالبه گرانه و اعتراض رو به کارگران و کل نیروهای شاغل در صنعت نفت نده. برای تمامی کارکنان از رسمی و پیمانکاری گرفته تا کارگران پروژه‌ای هم همین رویه برقرار بوده. جدای از این هم اجازه شکل‌گیری هیچ نوع تشکل کارگری و صنفی هم در این صنعت داده نشده و عملاً کارگران بخش‌های مختلف نفت دارای تشکل نیستند. تنها توی یک سال اخیر اگه بخوام اشاره بکنم، کارگران پیمانکاری شاغل در پتروشیمی‌های فازهای چندگانی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی اجازه پیدا کردن که انجمن‌های صنفی ایجاد کنن که اون هم به هیچ عنوان مستقل نیستن و کاملا تحت انقیاد و کنترل وزارت کار، خود وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه اقتصادیه. اما مشخصا در مورد کارکنان رسمی تنها چند تا گروه مشخص ایجاد شدن که به ادعای خودشون پیگیر تحقق خواسته ها و سازماندهی اعتراضات هستن و در فضای شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام فعالیت میکنن که به شدت تحت تاثیر جنگ و جدال‌های جناحی درون حکومت هستن. این گروه ها مشخصا منظور منه کل کارکنان که مثلا مشخصا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تلاش کردن که اعتراضاتی علیه دولت روحانی و زنگنه در میان کارکنان داشته باشند و مشکلاتشون رو ناشی از اون دولت اعلام می‌کردن و حتی از رئیسی حمایت کردن برای انتخابات 1400 و با سرکار اومدن دولت رئیسی بخشا سعی کردن که مانع از شکل گیری اعتراضی کارکنان بشن و اعلام می‌کردن که گویا این دولت به اصطلاح انقلابی، این دولت به اصطلاح انقلابی که اومده سرکار خواسته نیروها رو اجرا داره میکنه و به حمایت از اوجی وزیر فعلی نفت برخواستن. اما شاهدیم پس از یک سال و چند ماه از سرکار اومدن دولت رئیسی نه تنها خواسته ها محقق نشد، بلکه همون افزایش حقوق ناشیز 25% در سال 1400 هم برای امسال تنها 10% تصویب شد و روز شنبه هم در جواب اعتراض کارکنان اونها رو شدیدا سرکوب کردن. جالب اینجاست که برخی از این گروها هنوز هم
منشأی داره که به کارکنان معترض بقبولونن که این نوع برخوردها به خاطر وجود کسانی است که از دولت قبل در وزارت نفت باقی موندن و به این کار میخوان حقوق کارکنان معترض رو قربانی جنگ و دعواهای جناحی بکنن. در پایان آقای کیخسروی، در چنین شرایطی که اونا حتی اجازه تشکیل یک نهاد صنفی رو هم ندارن، مشخصا برای بیان اعتراضشون و پیگیری مطالباتشون چه راهی پیش رو دارن؟ ببین، روال باید به این صورت باشه که کارگران با تشکیل تشکل‌های مستقل خودشون خواسته های جمعیشون رو مطرح کنن و اعتراضات و تلاش جمعیشون رو در قالب تشکل‌ها سازمان بدن و به پیش ببرن. اما ما شاهد دو اتفاق جدی هستیم. اول اینکه حکومت به هیچ عنوان اجازه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری رو در هیچ بخشی نمیده، و دوم اینکه ماهیت و موجودیت حکومت سد اصلی و بزرگ در مقابل هر نوع مطالبه‌گری و تحقق چه کوچکترین خواسته و چه مطالبات حداکثری مزدبگیرانه. این وضعیت یک انسداد جدی برای مزدبگیران و مبارزاتشون برای تحقق و بهبود وضعیت معیشتی و کاریشون ایجاد کرده. برای همین از نظر من تنها راه برای بیان اعتراضات و تلاش برای همین مطالبات حداقلی و مزدی کارگران و مزدبگیران، سازمان دادن اعتراضات گسترده خیابانی و همچنین دست زدن به اعتصابات به دست اعمال فشار به حکومت و نهادهای کارفرماییه. اما در ابعاد فراتر از این مطالبات روزمره و حداقلی، کارگران و مزدبگیران برای خلاصی از این وضعیت فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی ناچارن به تلاش جدی برای یک دگرگونی و تغییر بنیادین دست ببرن که معطوف به تغییر در ساختارهای قدرت باشه، و این هم از طریق اراده جمعی و توده کارگران برای اعتصاب گسترده و پلج اقتصادی امکان پذیره. بسیار سپاسگزارم از شما، فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.